یو حاجی تون گیزر برگشت. سلام بچه ها، چطورین؟ امیدوارم در حال اش کردن باشید. بچه ها دمتون گرم بابت ساپورت هایی که میکنید، دمتون گرم بابت کامنت هایی که میذارید، دمتون گرم بابت لایک و ویدیو قبلی نسبت به ویدیو قبلترم خوب استقبال شد، از این بابت خوشحالم. اگه دوست دارید ریاکشن های بیشتری از من ببینید، سابسکرایب کنید و زنگوله رو حتما روشن کنید تا به محض اینکه من ویدیوم آپلود شد شما در جریان باشید. و هیچی دیگه، همین بچه‌ها. امروز یه آهنگ داریم از هیچ کس به اسم تو کجا بودی. من این آهنگ رو شنیدم، اما فقط یه بار یا دو بار شنیدم این آهنگ رو و اصلا هیچیش یادم نیست، جز یه خط یا دو خطش و هیچیش رو یادم نیست. گفتم دوباره گوش کنم و اینکه بیشتر سعی کنم بشکافمش. کلا آلبوم مجوز رو میخوام یه ریویو بکنم، چون خیلی تیکای جالبی هیچ کس رو آهنگش داره که اصلا خیلی متوجه نمیشم. حرف اضافه ای نمیزنم، بریم واسه ریاکشن بچه ها. تو کجا بودی؟ بچه پناهند کوچه ها بودم، مقیم پارک، کسی که هیچی همه چی رو ساخت بدون دلیل خواست. راست میگه از همین اولش راست میگه. هیچ کی خدا نپرسی چرا سیب و کاش دیدم ایده حال بشینم پاش نتیجه داد برم دنبال تایید آم دیگه میشه پاپ. یکی از نقدایی که به مهدیار وارده، البته از نظر من فقط، اینه که بیتش خیلی شلوغه. همه بیتاش تو این آلبوم خیلی شلوغه، خیلی شلوغه. کذا کلم تو قمار همیشه تازه دستم نقدا تایید آم دیگه میشه پاپ. کذا کلم تو نپاش نتیجه داد برم دنبال تایید آم دیگه میشه پاپ. برم دنبال تایید عام دیگه میشه پاپ، یعنی چون عام، چون پاپ عام پسنده، اینم هم دورش هم دنبال تایید بقیه نیست. کذا کلم تو قمار همیشه تاز دستم نرسی به ما قانون رو گذاشتم زیر پا مخروط احتیاط خیابونم قیف ماست بس سریری همین مخروط احتیاط خیابونم قیف ماست. میدونین که شبیه قیفه این مخروط احتیاط که تصادف میشه میزنم تو خیابون قیف ما. یعنی 30 ثانیه از آن گذشته. دمش گرم، واقعا دمش گرم. میشه باز چش تیز ما مخروط احتیاط خیابونم قیف ماست بس سریری همیشه باز چش تیز ما میباره نمیره خواب. تو کجا بودی وقتی تخم چشمم نمیلو شد رو قیر داغ مثل روز دام وقتی تخم تو کجا بودی وقتی تخم چشمم شد نمرو رو قیر داغ همچون چیزه. تو کجا بودی وقتی تخم چشمم نمیلو شد رو قیر داغ مثل روز دامه ای که میکنه همه چی و چاپ پر قیر و خار خواستن جلومو بگیرم ولی مثل چراغ قرمز بودن تو مسیر تانک آخر نقشه هاشو نقشه براب شد تلیت خواستن جلومو بگیرن ولی مثل چراغ قرمز بودن تو مسیر تانک، چون اصلا چراغ قرمز تأثیری تو تانک نداره، تانک رد میشه دیگه. چراغ قرمز بودن تو مسیر تانک آخر نقشه هاشو نقشه براب شد تلیت ما تصمیم تمرکز آخرش نقشه هاشو نقشه بر آب شد تلیت ما. من تازه فهمیدم، بچه ها فقط 50 ثانیه گذشته از ویدیو، از موزیک ببخشید، فقط 50 ثانیه. تغییر اختار سرکوب تردید مقاومت انفجار تصمیم تمرکز تغییر اختار سرکور تردید مقاومت انفجار. تو کجا بودی وقتی رب کن به بازار عرضه میکردم حالا همه گنده شدم واسه خودشون یاد رفته که کی بو بالا سره. راست میگه وای کردم حالا همه گنده شدم واسه خودشون یاد رفته که کی بو بالا سر رب وقتی بابا ننه نه نداشت و ناراحت نمیخوام بکنم ولی که رب کنی که دوست داری تمریناش رو با ما کردی. عالی. راست میگه، کیه که با هیچ کس فید نداده باشه؟ فکر نکنم کسی باشه از اون نسل کیا، خیلی کمه اونایی که با هیچ کس فید ندادم. راحت نمیخوام بکنم ولی که رپ کنی که دوست داری تمریناش رو با ما کردی. حالا همه خوب شدن و باز با بعد تاریخ و ببی تا با برد بشه از صفت آخرش همه جو چاپ و منه بازی کار رو نقشه داشت. خیلی هم متوجه نمیشن، فدایی قاف هیچ کس ریویل
اینا خیلی از کلجی رب تاثیر میگیرن. اگه فلوهاشون رو شما نگاه کنین، مثلا چجوری براتون میگم، مثلا بعضی رب میکنن این خط آخرش با این آخر خط بعدی هم قافی است، ولی اینا وقتی رب میکنن مثلا خط اول وسطش یه قافی، وسطش مثلا دو تا قافیه با خط سوم داره، خط دوم آخرش دو تا قافیه مثل خط اول داره. میدونین یعنی چجوری براتون بگم، چند مدل قافیه رو تو چند تا خط جا دادن واسه اینکه چجوری براتون بگم این خیلی براشون ساده نباشه، یه چیز پیش و پا افتاده نباشه، هی فلو عوض میشه، هی قافیه های مختلف استفاده میشه، از یکسان بودن در میاد. اینو خیلی هم متوجه نمیشن، فقط به گوششون میشینه، ولی اگه بشینین دقت کنین خیلی 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 این کارو تو انگشتشون انجام میدن. اینو گوش کنیم، مثلا یه تیکر بزنم عقب. ما کردیم نمیخوام بکنم، ولی که رپ کنی که دوست داری تمریناشو با ما کردیم. رپری که دوست داری تمریناشو با ما کرده، حالا همه خوب شدن، حالا همه نگاه با ما کرده، حالا همه با ما خوب شد چی؟ ولی که رپ کنی که دوست داری تمریناشو با ما کردیم، حالا همه خوب شدن و باز ما بعده تا... حالا همه خوب شدن و باز ما بعده، نگاه حالا همه ما بعده. اصلا وزنا خیلی یکیه ولی متوجه نمیشه، فقط به گوشت میشینه. خب بیبی تاب آوره بشن از اول تا نگاه، تاب آوره بشنو از اول تا آخرش، آخرش همه جا جاپا معنه، همه جا جاپا معنه. بازی کار و نقشه داشتم میکشیدم، رفتم پاسکا بعدش، گفتن کیا پاین گفتن ما ما، دیدم چارپا نله، گفتن کیا پاین گفتن ما ما، دیدم چارپا نله. من منظورش اینه که گاوم. باز بگم رفتم پاسکا بعدش، گفتن کیا پاین گفتن ما ما، دیدم چارپا نله. باز بگن گذاشتی رفتی عشق حال جا بله، چار تا بچه تو کجا بودی وقتی کردیم تلفیق، تا نگنه قلبی کردیم تقلی پرچم، همچی زدیم زمین گفتن هرچی زدیم پریدم، همچی در حال انجام وزفم میفهمی، تصویر تمرکز تغییر اختار. اینم بهتون بگم من فن هیچکس نیستم، من اصلا فن ملتفت نیستم، فن کار خوبم و این کار خیلی خوبه. بعدش هم یه چیزی براتون بگم، قرار بود مجاز 10 سال پیش بیاد، خب الان اینی که واسه الان اومده اوکی ما قبول میکنیم، چیز خوبیه، چیز خیلی خوبیه، ردیفه، این مال 10 سال پیشه. یعنی این آلبوم اگه 10 سال پیش میومد اون زمان چقدر میترکون، واسه همین الان خیلی به هیچکس نقد میکنن که چرا آلبوم اینجوریه، چرا ما انتظار بیشتری داشتیم و فلان، ولی شما فرض کن این 10 سال پیش میومد، این آلبوم اگه 10 سال پیش میومد مردم میفهمیدن چی به چی، اینجوری بهش فکر نمیکنن، فکر میکنن مثلا آره هیچکس تازگی ها این آلبوم نوشته، شاید بعضی از آهنگاش هم الان نوشته باشه ولی بیشترش مال قبلنه. سرکوب تردید مقاومت انفجار تصمیم تمرکز تغییر اختار، سرکوب تردید مقاومت انفجار. تو کجا بودی وقتی مهدیارو کشف کردم، هشت تا دو سه بود ما رو ترو، وقتی مهدیارو کشف کردم هشت تا دو سه بود، چه قافیه بول میچینم. تو کجا بودی وقتی مهدیارو کشف کردم، هشت تا دو سه بود ما رو ترو، آورده بارو بوده هارو گرو، دیدم آقا شراس فالتو بخون، عوض میشن و دم و باد و قرون، گفتم بهش پای کار بدون، عوض میشن آدم با دقرون، بهش گفتم پای کار بشه آسفالتو بخون، عوض میشن و دم و باد و قرون، گفتم بهش پای کار بدون نابقه ای رو بزن تا دو بخون، اومد آلبوممون تقسیم شد موسیقی ایران به قبل و بعدش. راست میگه، راست میگه، رپ ایران قبل از جنگل آسفالت و بعد از جنگل آسفالت اصلا خیلی تغییر ایجاد کرد اون آلبومه. بخون اومد آلبوممون تقسیم شد موسیقی ایران به قبل و بعد، شک نکنی دست و پنجه نرم کرده با همو کم بیاریم، ولی که سر بلندش کردیم وقتی کردن سبک و نقدش، تو کجا بودی وقتی از خیابونی عکس گرفتن، از همه جا مراجعه قانونی صف بسته زده بود، کی بود سفت و یک و نشون داد با دست هنو خالکو به شست، اگه این چیزا یه عکس داره اینجوری لباسش داره ولی اینجوری سفت و یک گرفته اونو میگه، کی بود سفت و یک و نشون داد با دست هنو خالکو به شست، اگه این چیزا رو نمیدونی خالتوری پس، الان کجایی نیستیم تو کانون گرم با همه مشکل داری، تو نابودی جنگ، تصمیم تمرکز تغییر اختار، سرکار
مقاومت انفجار تصمیم تمرکز تغییر اختیار سرکور تردید مقاومت انفجار انفجار بکش بالا جون یادش بونس 500,000 درد شدی تو کجا بودی اینا هستن که میان اینایی که میان تبلیغ بت میکنن میگن برین بازی انفجار رو نمیدونم انجام بدین لینک رو بکشیم بالا این به اون اشاره کرد چه ریز من تازه گرفتم تردید مقاومت انفجار انفجار بکش بالا جون یادش بونس 500,000 درد شدی تو کجا بودی 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 عالی من اینو به عنوان یه فن پیشرو میگم عالی واقعا عالی خیلی لذت بردم اما یه چیزی من بگم بیتش پسند من نیست مثلا بیتشو بگم شاید نمیدونم 6/10 حتی 7/10 پسند من نیست اون که بگم بیت بده شاید از لحاظ تکنیکی اونجور داستانا خیلی بیت خوبی باشه ولی تکس و اینجور داستانا و موزیک اصلا 10/10 اون تیکایی که تو آهنگ بود اون فلوایی که چیده بود اون قافیایی که گذاشته بود واقعا عالی بود واقعا لذت بردم واقعا خیلی خوب بود یعنی فرض کن این 10 سال پیش میمونه این سبکی که الان هیچکس انجام داد خیلی تازه متوجه شدم ولی فرض کنین این 10 سال پیش میومد تازه مردم میفهمیدن چی به چیه این از اولین آهنگ مجاز این از اولین آهنگی که من انتخاب کردم همجور کم کم میریم جلو آهنگای بیشتری هم داریم آهنگای بیشتری ریویو میکنم و اینکه بچه ها هیچی دمتون گرم که تا اینجا با من بودین اگه میخواین ریاکشن های بیشتری از من ببینین لایک و سابسکرایب یادتون نره زنگوله هم حتما روشن کنید تا از ریاکشن های بعدی مطلع بشین اینستاگرام و توییتر من براتون میذارم میتونین بریم اونجا من فالو کنین و هیچی دیگه همین بچه ها دمتون گرم تا ریاکشن بعدی پیس اوت